سلام و خداوند عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. این فیلم بخش دوم از آموزش فصل اول هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی و فیزیک هست. در بخش اول ماتریس و اعمال روی ماتریس رو گفتیم، در این بخش وارون ماتریس و دترمینان و کاربردهای اون رو خواهیم گفت. همونطور که اعداد وارون دارن، ماتریس هم وارون داره، اما توی فضای ماتریسی تعریف میشه. اگر ما یه عدد در نظر بگیریم، وارون شجوری به دست میاد؟ وارون یه عدد مثل آ توی دبستان میگفتیم یه دونه کس، یه یک بالاش، اون عدد میره مخرج. مثلا وارون دو میشه چی؟ یک دوم. وارونه یک دوم چی میشه؟ باز یه خط کسری، یک بالاش، یک دوم پایین، میشه دو. اما یه ماتریس وارونش چجوری به دست میاد؟ مثلا یه ماتریس داشته باشیم آ، ماتریس چجوری نشون داده میشد؟ با یه دونه کروشه، داخلش چیا بودن؟ درایه ها. اول از همه برای ماتریس های مربعی ما میتونیم وارون رو تعریف کنیم، به شرطی که حالا ادامه خواهیم داد دترمینانش صفر نشه. حالا دترمینان چیه اینا رو خواهیم گفت. اما وارون یک ماتریس اول از همه برای یک ماتریس مربعی تعریف میشه. ماتریس مربعی چی بود؟ تعداد سطر و ستونا با هم برابر بود. مثلا این یه ماتریس یک در یکه، این ماتریس دو در دوه. توی اعداد وقتی که وارون تعریف کردیم گفتیم هر عدد ضرب در معکوسش یا وارونش میشه چی؟ یک. به یک میگیم عضو خنثی عمل ضرب در اعداد. میگید چه ربطی داره وارون به عضو خنثی؟ نگاه کنید اینجا رو، آ ضرب در یک، اینم میشه چی؟ بر اونور میشه آ ضرب در یک. پس چون یک عضو خنثی عمل ضرب هست، یک آم معکوس آ هست. برای ماتریس ها هم میگیم اگر داشته باشیم یه ماتریسی مثل آ و وارونش بشه ماتریسی مثل بی، آ ضرب در بی میشه ماتریسی به نام آی. چی بود آی؟ ماتریس واحد یا همانی. اگر آ یه ماتریس دو در دو باشه، بی معکوس ماتریس آ هم یه ماتریس دو در دوه، آی مرتبه دوه. آی دو همون آی دو ضرب در دوه، چون آی ماتریس همانی واحده، به صورت آی دو هم نمایش میدن، یعنی ماتریس مربعی همانی از مرتبه دو. یه نکته خیلی مهم، اگر آ ضرب در بی بشه یک ماتریس مربعی یا همانی مرتبه همون حاصل ضرب، آ و بی معکوس یک دیگرن. همونطوری که آ و یک آم معکوس یک دیگرن، یعنی آ معکوس یک آم، یک آم معکوس آه، آ و بی هم اگر حاصل ضربشون بشه آی، یعنی همون ماتریس همانی، آ و بی معکوس هم دیگرن. یعنی آ ضرب در بی مساوی با آی شرط لازم و کافیه برای این که بگیم آ و بی وارون همن. یا اگر آ و بی وارون هم باشن،
آذب در بی میشه آی. این خیلی کاربرد داره، در ادامه خواهیم دید. بخونیم: برای هر ماتریس مربعی مانند آ، وارون ماتریس آ در صورت وجود ماتریسی است چون بی. پس برای هر ماتریس مربعی وارون داره تعریف میشه، اگر وجود داشته باشه وارون که مثلا بی باشه، داریم آ ضرب در بی مساوی با آی، بی ضرب در آ مساوی با آی. طبیعه دیگه، اگر آ معکوس بیه، بی هم معکوس آی دیگه. و گفتیم اگر آ و بی معکوس یک دیگر باشن، حاصل ضربشون میشه ماتریس واحد یا همانی. اما یه نمادی هم معرفی کرده، میگه به جای اینکه بگیم مثلا ماتریس معکوس آ، به جای اینکه بنویسیم ماتریس معکوس آ، میگیم آ منهای یک. توان نیستا، توی اعداد میگیم دو مثلا به توان منهای دو، یا این میره معکوس میشه اینجوری. این معنیش این نیست، معنیش این نیست. اگر مثلا ماتریس آمون یه ماتریس دو در دو بود، معکوسش اینجوری میشه. خب این نه، ضرب این اصلا ما تعریف نکردیم که همچین چیزی رو. ما تو ضرب ماتریس ها همچین چیزی رو تعریف کردیم؟ شما میگید این با این میره میشه یک. ما که همچین چیزی رو نمیخوایم بگیم، ما میگیم ماتریس آی باید بشه. پس معکوس در فضای ماتریسی با معکوس اعداد فرق داره. حالا چجوری معکوس یه ماتریس به دست میاد و خواهیم گفت. پس از این به بعد با این نماد نمایش میدیم. از وارون ماتریس ها در حل دستگاه های معادلات استفاده خواهد شد. دستگاه معادلات همونی هست که توی ریاضی نهم، 2x به علاوه y مساوی 5، بعد دستگاه تشکیل می دادیم، از روش حذفی و جایگذاری حل می کردیم. حالا یه روشی توی هندسه 3 به نام روش وارون ماتریس ها برای حل اون خواهیم دید. نشان دهید، این تمرین رو با هم حل کنیم. شما هم کاغذ و قلم دارید کنار دستتون، پس بیارید شروع کنید با هم دیگه حل کردن، که ریاضی فقط با تمرین کردن شما برای شما مفیده. نشان دهید ماتریس B که یه ماتریس دو در دو هست، وارون ماتریس A هست. کافیه نشون بدیم آ ضرب در بی مساوی با آی. آیا لازمه نشون بدیم بی ضرب در آ هم مساوی با آی؟ نه، اما اینجا نشون داده. خب میایم این ضرب رو انجام میدیم. ضرب ماتریس ها رو در درس اول دیدیم، 7 میاد در منهای 1 ضرب میشه. من اینجا ضربش رو بنویسم، 7 در منهای 1 منهای 7 به علاوه 8، چون اینجا جا نمیشه، یه ذره این کروشش و این طرف تر، 7 در 4 28، 4 در منهای 7 منهای 28. میبینید منهای 7 به علاوه 8 1 رو ایجاد میکنه، 28 صفر رو ایجاد میکنه. بریم سطر دوم در ستون اول، منهای 2 به علاوه 2 بله 0 میشه، 8 منهای 7 بله 1 میشه. ببینیم یه ماتریس
واحد از مرتبه دو رو ایجاد کرد. بنابراین A و B وارون هم دیگر. بیا دبدره هم اگر خواستید میتونید نشون بدید. برای محاسبه وارون یک ماتریس دو در دو اومده این رو اثبات کرده. شما هم اگر خواستید میتونید اثبات رو داشته باشید. به چه صورت؟ ببینیم. میخوایم نشون بدیم اگر یک ماتریسی معکوس یک ماتریس دیگه باشه از چه فرمولی به دست میاد. ما میخوایم بگیم این ماتریس A میاد در یک ماتریسی ضرب میشه به نام ماتریس B X Y Z T. اگر معکوس هم باشن حاصل چی میشه؟ الان گفتیم دیگه، میشه ماتریس همانی مرتبه دو. خب کافیه ما X و Y و Z و T رو بر حسب A و B و C و D به دست بیاریم. اون وقت میتونیم ماتریس A رو داریم، ماتریس B رو که درایه های ماتریس B وقتی معلوم بشه میگیم ماتریس B معلوم میشه دیگه. وقتی پیدا کردیم میگیم این ماتریس B. چجوری به دست میاد؟ میگیم این میشه AX به علاوه BZ AY به علاوه BT CX به علاوه DZ CY به علاوه DT. این مساوی ماتریس واحد مرتبه دو یا ماتریس همانی مرتبه دو AX به علاوه BZ و یه دستگاه چهار معادله چهار مجهولی که البته خیلی هم سخت حل نمیشه ها. اگه یکیش رو به دست بیاریم بقیهش به دست میاد. BZ مساوی با یک AY به علاوه BT. این اثباته، لازم نیست این شما حتی تو امتحان، ولی به عنوان یه دانش آموز رشته ریاضی چرا نباید این همت رو داشته باشید که حل کنید. مساوی با صفر سی ایگرگ به علاوه دی تی مساوی با چی؟ یک. چجوری اینو حل میکنیم؟ ما چی رو میخواییم به دست بیاریم؟ ایکس ایگرگ زد تی. صورت سوال اینه، ماتریس آ رو داریم، میخواییم وارون ماتریس آ که بی هست یا همون آی منهای یک هست به دست بیاریم. درایه هاش یعنی ایکس ایگرگ زد تی رو میخواییم به دست بیاریم. خب چی کار باید کنیم؟ روش حل برای دستگاه های معادلات و مجهول اینه، متغیرها رو میایم حذف میکنیم دیگه. مثلا AX به علاوه BZ مساوی با یک، اینجا X رو تنها میکنیم یا Z رو تنها میکنیم، فرقی نمیکنه. بعد اینجا پس مینویسیم X مساوی با یک منهای بی زد به روی آ. از اینجا هم میایم مثلا ایگرگ رو تنها میکنیم، ایگرگ مساوی با منهای بی تی به روی آ. حالا ایکس و ایگرگ رو به دست آوردیم، میایم توی معادلات پایینی به جای ایکس و ایگرگ اینا را قرار میدیم. یعنی چون جا نیست من این قسمت رو پاک میکنم، ما میخواییم چی رو به دست بیاریم؟ X, Y, Z, T. یکیش رو به دست میارم، بقیهش رو شما دیگه خودتون به دست بیارید. البته هدف از این قسمت به دست آوردن درایه های به این صورت نیست. ما یه فرمول خیلی ساده الان خواهیم دید، اما الان میخواییم اثبات کنیم. پس به جای x چی باید بذاریم؟ بله، c میاد در یک منهای bz a اوم
به علاوه دیزل مساوی با صفر. اینجا سی ایگرگ به جای ایگرگ چی میذاریم؟ بله، منهای بی تی آم به علاوه دی تی مساوی با یک. ما الان از معادله بالا میتونیم زد رو به دست بیاریم بر حسب آ و بی و سی و دی، درسته؟ خب زد رو از بالایی به دست بیاریم، چجوری به دست میاد؟ زد رو باید تنها کنیم دیگه، ضرب میکنیم در آ، از حالت کسری در بیاد، بعد انجام بدیم دیگه. یا از تو پایین تی رو میتونیم به دست بیاریم، تی رو از پایین به دست بیاریم هم میشه، فرقی نمیکنه. حالا ما x دیگرگ به تی رو میخواییم به دست بیاریم دیگه، پس زد و یکیش رو به دست بیاریم، بقیه شبیه همه. زد رو بخواییم به دست بیاریم از اینجا میشه در آ ضرب میشه، از حالت کسری در میاد، میشه سی منهای سی بی زد، بله، به علاوه آدی زد مساوی با صفر. زد رو میخواییم به دست بیاریم دیگه، از زد فاکتور میگیریم، آدی منهای بی سی، این سی رو میبینیم میره اون بر، منهای سی، زد میشه منهای سی به روی آدی منهای بی سی. اینو به دست آوردیم. تی هم میخواید به دست بیاریم، تی هم در آ ضرب کنید به دست میاد. نکتهش اینه آی منهای یک یا همون بی معکوس ماتریس آ بود دیگه، اینجا هم بود ایکس ایگرگ زد تی. زد رو نگاه کنید چی به دست آوردیم، یادتون باشه منهای سی به روی آدی منهای بی سی، منهای سی به روی آدی منهای بی سی. حالا نگاه کنید اینجا میبینید منهای سی به روی آدی منهای بی سی. اگر ایکس هم به دست می آوردیم این میشد، ایگرگ این میشه، این که زد بود، این هم تی. همه اینا تو یه چیزی مشترکن، اونم این مخرج عادی منهای بی سی. پس از این میتونیم فاکتور بگیریم بیاریم بیرون. چجوری فاکتور گرفتیم؟ مگه ندیدیم توی درس اول اگر دو بیاد در یه ماتریس ضرب بشه در تک تک درایه هاش ضرب میشه؟ خب برعکسش هم هست دیگه، اگر دو رو بیاریم فاکتور بگیریم میاد بیرون. یا یک دوم، یک دوم وقتی بیاد مثلا در آ بی سی دی ضرب بشه میتونه فاکتور هم گرفته بشه دیگه، این رابطه دو طرف است دیگه. یعنی اگر آ دوم بی دوم سی دوم دی دوم داشته باشیم، اینجا جای دو اومده این عبارت عددی عادی منهای بی سی قرار گرفته، ازش فاکتور گرفته آورده این بیرون، بعد از این اومده استفاده کرده. چجوری؟ اومده گفته اگر از عادی منهای بی سی فاکتور بگیریم میاد بیرون، بعد اینجا دی میمونه، اینجا منهای بی میمونه، اینجا سی میمونه، اینجا آ. بنابراین وارون ماتریس به این صورت به دست میاد. به عادی منهای بی سی دترمینان ماتریس آ میگن، با نماد شبیه قدر مطلق، اما نه قدر مطلق، دترمینان آ خونده میشه. آیا دو ماتریس آ و بی
وارون یکدیگرن چرا؟ شرط لازم و کافی رو میایم براش بررسی میکنیم. یعنی آی ضرب در بی رو میایم حساب میکنیم ببینیم آی میشه مربعی هستن، اما بعد بیایم ببینیم آیا حاصل ضرب آ در بی میشه ماتریس آی یا نه. یک درسته، منهای یک هم ضرب در صفر هیچ تأثیری نداره، یک با یک میشه دو. خب همینجا دیگه مشخصه که نه، وارون یک دیگر نیستن. این میشه دو، اینم میشه یک. لازمه بیه دفتر آ رو حساب کنیم؟ نه. اما اگر حساب کنید حتما غیر از ماتریس همانی به ما میده. یکیشو کافی بررسی کنیم. اما اگر میخواید مطمئنم، یعنی عیناًم ببینید همچین اتفاقی امکان نداره بیفته، ببینید. الان بی دفتر آ رو دارم می نویسم که میشه یک. خب می بینیم نمیشه دیگه. البته تو بخش قبلم نشون دادیم آ دفتر بی لزوماً با بی دفتر آ برابر نیست. اما اگر آ و بی معکوس یکدیگر باشن، حالت خاصی هست که جابجایی وجود داره. مثل همون آ ضرب در آی با آی ضرب در آ برابره، با اینکه ما جابجایی رو به صورت کلی در ماتریس ها نداریم. پس دترمینان یه ماتریس دو در دو رو تعریف کردیم. نتیجه اگر آ یه ماتریس دو در دو باشه، درایه‌اش هم به این صورت، در این صورت وارون ماتریس آ که با آ منهای یک نمایش میدیم از تساوی زیر به دست می آید. آ منهای یک برابر است با یک به روی دترمینان آ ضرب در یک ماتریسی که درایه های قطر اصلیش دیو آ جا به جا شده و درایه های قطر فرعیش چی شده؟ قرینه شده. این خیلی مهمه. پس غیر از اینکه دترمینان رو حساب میکنیم برای پیدا کردن وارون، درایه های قطر اصلی رو جا به جا میکنیم، درایه های قطر فرعی رو وارون جا به جا میکنیم، جاشون رو عوض میکنیم، بعد ضرب میکنیم. اگر ماتریس آ به این صورت باشد، ماتریس وارون ماتریس آ را بیابید، چه نتیجه میگیرید؟ اول از همه تمرین کنیم ببینیم بلد شدیم وارون ماتریس رو به دست بیاریم. من اینجا مینویسم. اول از همه مینویسیم آ منهای یک رو میخواییم پیدا کنیم. یه ماتریس دو در دوه. میام دترمینان ماتریس آ رو پیدا میکنیم. چی بود؟ آدی منهای بی سی حاصل ضرب درایه های قطر اصلی منهای حاصل ضرب درایه های قطر فرعی. دو ضرب در چهار هشت منهای سه پنج. دترمینانش رو پیدا کردیم. حالا از این فرمول آ منهای یک مساوی با یک به روی پنج ضرب در یه ماتریسی که درایه های قطر اصلیش جا به جا شده، جای دو چهار رو عوض میکنم و جای درایه های قطر فرعی سر جاشون هست قرینه میشن، میشه منهای سه و منهای یک. حالا این ضرب رو انجام میدم. وقتی برسیم به وارون ماتریس میتونیم امتحان کنیم جوابمونه چجوری؟ لازمه؟ نه. اما اگر خواستیم امتحان کنیم راهش چی بود؟ ضرب کنیم ماتریس واحد بده. چهار پنجم منهای سه پنجم منهای یک پنجم دو پنجم. حالا اگر ضرب کنیم خواهیم دید که
ماتریس واحد رو به ما میده یا ماتریس همانی رو میده؟ چرا به ماتریس واحد ماتریس همانی میگن؟ چون عضو خنثای عمل ضرب ماتریس هاست. اگر ماتریس واحد در هر ماتریسی ضرب بشه، خود ماتریس اولیه رو به ما میده، مثل یک در اعداد. ببینید 8/5 منهای 3/5 میشه 1، منهای 6/5 با 6/5 میشه 0، 4/5 منهای 4/5 0، منهای 3/5 با 8/5 میشه 1. درست. اما از ما چی خواسته؟ معکوس ماتریس آ رو. ما الان معکوس ماتریس آ رو به دست آوردیم، حالا معکوسش میخوایم کنیم. دوباره همون مراحل. دترمینانه آی منهای یک رو باید به دست بیاریم. این الان چی بود؟ آی منهای یک. چی رو ما میخواییم به دست بیاریم الان؟ آ منهای یک منهای یک. توان قدیم توان جدید؟ نه، گفتیم این اصلا توان نیست، نماد. ما الان تو فضای ماتریس ها هستیم. خب دترمینانه ماتریس معکوسه ماتریس آ چی میشه؟ میشه 8/25 منهای 3/5 در 1/5 منفی میشه مثبت 3/25 که میشه 5/25 که میشه 1/5. حالا میای میگیم 1/5، نه، 1/1/5. ببینید فرمول چی میگه؟ ضرب در 4/5 منهای 3/5 منهای 1/5 و 2/5. پس اینم الان درست کنیم که میخوایم الان محاسبه کنیم راحت تر باشه. 5 میاد در 4/5 ضرب میشه. این 5 با 5 میره میشه 4، اما باید ماتریس اولیه ایجاد بشه. یه جاشو اشتباه کردیم. کجاشو اشتباه کردیم؟ آها، اگر گفتی بله، ما الان دترمینان این چیزی که ضرب قراره بشه این نیستش که، باید عناصر یا درایه های قطر اصلی رو جابجا کنیم. 2/5 اینجا، 4/5 اینجا، بعد اینجا 3/5، اینجا 1/5. حالا درست شد. بعد میرسیم به چی؟ 5/2/5 میشه 2، 5/3/5 میشه 3، 5/1/5 میشه 1، 5/4/5 میشه 4. معکوس یک ماتریس میشه ماتریس اولیه. با توجه به قاعده محاسبه آمن های یک یا معکوس ماتریس آ واضح هست که اگر دترمینان صفر باشد آنگاه وارونه ماتریس آ وجود ندارد. چرا؟ چون مخرج صفر و تعریف بر صفر تو تقسیم بر صفر تعریف نشده است. آ وارون پذیر اون وقت میگیم نیست اگر دترمینان صفر باشه. به عبارت دیگر شرط لازم و کافی برای اینکه وارون ماتریس آ همون آمن های یک وجود داشته باشد اینه که آ وارون پذیر باشد. نه، اگر اینجوری باید بخونیم، شرط لازم و کافی برای اینکه وارون ماتریس آ وجود داشته باشد این است که دترمینان مخالف با صفر باشد. به زبان ریاضی میگیم آ، دترمینان آ اگر مخالف با صفر باشد آنگاه
آوارون پذیر است یا اگر آوارون پذیر باشد دترمینال مخالف با صرف است. به این صورت تعریف میشه. همراه من شروع میکنیم با این تمرینات جلو میریم. تمرین خیلی زیاده تو این فیلم، حتما با من انجام بدید. حتی مثالا هم بدون اینکه جوابشو ببینیم حل میکنیم. وارون این ماتریس رو خواسته به دست بیاریم. اول دترمینان مینویسیم. دترمینان ماتریس آ نمادشو میذاریم مساوی با ده منهای 8 میشه 2. حالا میگیم آ منهای 1 مساوی با 1 به روی دترمینان ماتریس آ. درایه های قطر اصلی رو جا به جا می کنیم. درایه های قطر فرعی و قرینه می کنیم. بعد ضرب می کنیم. در یک دوم که به دست می آید یک دوم منهای 1 منهای 2 و 5. پاسخ به دست آمده رو امتحان کنید. بله. میگیم آ در آ منهای 1. آیا میشه آی؟ 10 2 4 1 در یک دوم منهای 1 منهای 2 و 5. 10 ضرب در یک دوم میشه 5 منهای 4 میشه 1. درسته. 10 در منهای 1 منهای 10 به علاوه 10 میشه 0. 4 در یک دوم 2 منهای 2 0. 4 در منهای 1 به علاوه 5 1. درسته. حل دستگاه معادلات دو معادل دو مجهول با استفاده از ماتریس وارون. اما اینجا هم یه نکته‌ای وجود داره، اینم ازش نگذریم. قضیه یکتایی وارون، این قضیه خیلی مهمه. چی میگه؟ چجوری اثبات میشه؟ میگه وارون هر ماتریس مربعی در این کتاب فقط وارون ماتریس های 2 در 2 محاسبه شده است. در صورت وجود منحصر به فرد است. درسته دترمینان ماتریس 3 در 3 رو گفته، اما وارون فقط برای ماتریس 2 در 2 در کتاب هندسه 3 حساب شده. میگه اگر یه ماتریسی وارون داشته باشه این منحصر به فرده. یعنی چی؟ یعنی شما فقط یه دونه ماتریس میتونید پیدا کنید که در یک ماتریس ضرب بشه ماتریس واحد رو بده. خب این مهمه. یه نفر نمیتونه بگه که من مثلا 2 تا ماتریس میتونم پیدا کنم در آ ضرب بشه. فقط یه دونه منحصر به فرده. حالا چجوری اینو اثبات کنیم؟ از برهان خلف استفاده کرده. اومده گفته فرض کنیم ماتریس آ یه دونه وارون نداره، 2 تا وارون داره. بیایم خودمون اثبات کنیم ببینیم. یه خورده با نوشتن این کتاب فرق داره اما بهتر میفهمیم. یه ماتریسی داریم مثل آ. فرض میکنیم B و C هر دو وارون آ هستن. پس چی داریم؟ آ ضرب در C مساوی با آی. همچنین آ ضرب در B هم مساوی با آیه. چرا؟ چون هم B هم C هر دو وارون آن. پس میتونیم بگیم آسی مساوی با آبی. آقای رضایی خب همینجا آ رو با آ بزنید بعد بگید بی مساوی با سی، یعنی ماتریس بی مساوی با ماتریس سی. فرض ابتدایی که گفتیم بی و سی 2 ماتریس متفاوتن خلافه، بنابراین حکم درسته، یعنی یک ماتریس منحصر به فرد. نه گفتیم قاعده حذف در ماتریس ها وجود نداره، یعنی حاصل ضرب 2 تا ماتریس در هم میتونه یه عدد باشه اما اون 2 ماتریس متفاوت باشه. مثال زدیم، کافیه
یه ماتریسی داشته باشیم مثل ماتریس صفر، بیاد در یه ماتریسی ضرب بشه. آیا میتونیم بگیم حالا چون این ماتریس صفره، اینم صفره، بی با سی برابر حاصل ضرب ماتریس صفر در سی یه ماتریس صفره، حاصل ضرب ماتریس صفر در بی هم یه ماتریس صفره، اما نمیتونیم بگیم بی با سی برابره. پس نه. پس چجوری اثبات میکنیم؟ اینجاست که ظرافت استفاده از خصوصیات ضرب ماتریس ها به کارمون میاد. میایم از سمت چپ یا راست، بیایم از سمت چپ آ رو در معکوسش ضرب کنیم. مثلا سی، درست، یا بی، فرق نمی کنه. گفتیم اگه سه تا ماتریس در هم ضرب شدن میتونیم از قاعده شرکت پذیری استفاده کنیم. سی در آ میشه چی؟ سی و آ طبق فرض وارون یکدیگرن. پس میشه اینجا می نویسم آی ضرب در سی مساویه با آی ضرب در بی. آی رضایی، الان آی رو با آی حذف کن بعدن. خب بازم گفتم نمیتونیم از این قاعده حذف استفاده کنیم. پس چیکار باید کنیم؟ میگیم آی ضرب در سی میشه سی، آی ضرب در بی هم میشه بی. پس رسیدیم به این که بی با سی برابره و این که ما فرض کردیم بی و سی دوتا ماتریس هستن، این دوتا ماتریس نیست، همون یه ماتریسه. بنابراین هر ماتریس یک وارون داره، یه ماتریس وارون منحصر به فرد داره. یه بار دیگه بگیم از اول، ظرافت‌هایی خیلی مهم می‌داشت. میگیم فرض میکنیم بی و سی هر دو وارون ماتریس آن، پس آ ضرب در سی میشه آی، آ ضرب در بی هم میشه آی، پس با هم مساوی هن دیگه. آ ضرب در سی مساوی آ ضرب در بی. بعد میام از سمت چپ هر دو رو در سی ضرب میکنیم، اشکالی نداره. اگر دو تا ماتریس داشته باشیم با هم برابر باشن، از سمت چپ میتونیم یه ماتریسی در اونها ضرب کنیم، همچنان تساوی برقرار باشه. حالا اینجا به جای اینکه یه ماتریس باشه، دو تا ماتریس در هم ضرب شده با هم مساویه. بعد میام از سمت چپ سی رو در اون ضرب میکنیم. سی ضرب در آ میشه آی، چون سی و آی وارون یکدیگرن. بعد میگیم آی سی مساوی آی بی، و چون ماتریس خصوصیت عضو خنثی عمل ضرب ماتریس ها، ماتریس همانی اومده در ماتریس سی ضرب شده، حاصل میشه ماتریس سی، ماتریس همانی در ماتریس بی میشه بی. پس بی با سی برابره. یعنی این که میگیم دوتا ماتریس وارون داره، نه، همون یه دونه ماتریس وارون داره. این قضیه اثباتش مهمه. یکی از کاربردهای ماتریس در حل دستگاه دو معادله دو مشهوله که اثباتش هم در حقیقت به نوعی ضمنی توی تمرین گفته شده. چرا؟ میگه اگر این دستگاه رو در نظر بگیریم، میتواند ماتریس ها کمک گرفت و دستگاه را به صورت یک تساوی ماتریسی نوشت. گفتیم ماتریس نمایش اعداده. میگه 2x به علاوه y این طرف تساوی، پایینم 7x به علاوه 4y مساوی با 4 و 15. چجوری میخواییم اینو حل کنیم؟ اومده گفته از طرفی با توجه به تعریف ضرب ماتریس ها داریم. این
ماتریسی که سمت چپ هست 2x به علاوه y اومده، x و y رو گذاشته داخل یه ماتریس 2 در 1، ضرایبش رو در سطر اول 2 1، 7 و 4 هم پایین. این ضرب انجام بدیم به همین ماتریس بالا میرسیم، 2x به علاوه y 7x به علاوه 4y. حالا این چه کمکی میکنه در ادامه خواهیم گفت. پس اول از همه اومد این دستگاه رو اعداد ثابت یه طرف تساوی 4 و 15، اینجا هم که شد 2x به علاوه y، بعد اومد x و y رو توی ماتریس، بعد ضرایب x و y رو منظم، اول x ضریب x 2 ضریب y 1 پایین، ضریب x 7 ضریب y 4 مساوی با 4 و 15. حالا ببینید، ما اگر یه ماتریس داشته باشیم، در یه ماتریس ضرب شده یه ماتریس، این آ، این بی، این سی، اگر آ منهای 1 رو در دو طرف ضرب کنیم، ببینید الان آ ضرب در بی شده سی، بیایم آ منهای 1 رو در این سمت چپ ضرب کنیم، آ منهای 1 رو اینجا هم ضرب کنیم، چه اتفاقی میفته اینجا؟ میشه آی، چون آ منهای 1 در آ میشه آی در بی مساوی آ منهای 1 در سی، این چی میشه؟ این میشه بی، این هم میشه آی منهای 1 در سی. بی چی بود؟ ایکس و ایگرگ بود، این هم که ماتریس اعداد ثابت بود، بنابراین پیدا شد. حالا میبینیم چی کار باید کنیم. یه بار دیگه این قسمت رو خواهیم گفت. میگه معادله ماتریسی اخیر معادل با دستگاه دو معادله دو مجهوله مفروض است. این همونو دستگاهی هستش که داشتیم. حالا اگر فرض کنیم آ ماتریس ضرایب، همون ضرایب ایکس و ایگرک با نام ماتریس ضرایب، در این صورت اولا نشان دهید ماتریس آ وارون دارد، دترمینانش میشه 8 منهای 7 1، خب داره دیگه. در ثانی وارونش رو پیدا کنیم، 1 به روی دترمینان آ، شما هم با من داره انجام میدید دیگه، 4 2 منهای 1 منهای 7 1 میشه دیگه، چون دترمینانش 1ه، بنابراین میشه 4 منهای 1 منهای 7 2، همینی هست که تو کتاب به دست آورد. بعد میگه چی ادامه داده؟ از سمت چپ اومده ضرب کرده، همونی که گفتیم بذارید بنویسیم. ما گفتیم یه ماتریس ضرایب داریم، آ گرفتیم، یه ماتریس متغیرا داریم، بی گرفتیم، برابر با یک ماتریس اعداد ثابت که سی گرفتیم. اگر آ ضرب در بی مساوی با سی شده، از سمت چپ میایم وارون ماتریس آ رو در دو طرف ضرب میکنیم که این همینه، میشه آی، این همون ایکس ایگرگه،
و این ضربه انجام شده رسیده به 1 و 2. این ضربه رو که انجام بدیم یه ماتریس 2 در 1 ایجاد میشه. سطر بالا میشه x، سطر پایین میشه y. انجام بدیم. خب ما رسیدیم به اینکه ضرب رو 2 1 7 4 x y مساوی بود با ماتریس اعداد ثابت 4 و 15. گفتیم میایم وارون ماتریس A رو در دو طرف از سمت چپ ضرب میکنیم، یعنی 4 - 1 - 7 - 2. این قسمت میشه آی. البته اینجا من باید سمت چپ ضرب کردم، سمت راستم ضرب کنم، بیام پایین بنویسم. پس اینجا یه آی ایجاد شد که در ایکس ایگرگ مساوی با وارون ماتریس آ 4 - 1 - 7 - 2 در 4 و 15 ضرب میشه. حاصل میشه چند؟ یه ماتریس 2 در 2، تعداد سطرها رو از این میگیره، تعداد ستونها رو از این، یه ماتریس 2 در 1 ایجاد میشه. 16 - 15 میشه 1، 28 - -3 به علاوه 30 میشه -2. مثبت 2 درسته. 28 به علاوه 30. این مساوی با x y. چرا؟ چون در i ضرب بشه هر ماتریسی خودش میشه. حالا دوتا ماتریس داریم، تعداد درایه هاش با هم برابر، نظیر به نظیر مساوی قرار میدیم. x1 y2. در حالت کلی اگر A ماتریس ضرایب، B ماتریس مقادیر معلوم، حالا ما اونو C گرفتیم، ما گفتیم A B C. این داره میگه A X B. بیایم با همینی که کتاب گفته بریم جلو، همینا رو شبیه سازی کنیم. میگه اگر در حالت کلی داشته باشیم A ماتریس ضرایب، خب که در ماتریس مجهولا ضرب میشه، مقادیر معلوم همون اعداد ثابت B رو بده. برای حل مسئله گفتیم میایم در دو طرف آی منهای 1 رو ضرب میکنیم. اینجا میشه خاصیت شرکت پذیری استفاده کنیم، یعنی اینجا همین کار کرده دیگه. آی منهای 1 در x مساوی آی منهای 1 در b، در نتیجه x مساوی آی منهای 1 در b. البته اینا به شرطی هستش که وارون پذیر باشه. حالا چه موقع وارون پذیره خواهیم گفت. بعد گفتیم دترمینان صفر نشه، اما تو دستگاه دو مدل دو مجهول یه تعبیر دیگه ای هم داره. دو خط گفتیم جواب دستگاه میشه محل تقاطعشون، وقتی موازیه یا برهم منطبقه دیگه جواب نداره. دستگاه معادلات 2x منهای y مساوی با 4 منهای 4x به علاوه 2y مساوی 2 را در نظر بگیرید. آیا می توانید از ماتریس وارون برای حل این دستگاه استفاده کنید؟ این دو خط نسبت به هم چگونه‌اند؟ بله، تشخیص اینکه موازی‌اند خیلی سخت نیست. کافیه
نگاه کنید ضرایب نظیر به نظیر تقسیم بشه، اگر داشته باشیم AX به علاوه BY مساوی با C A'X ایکس به علاوه B'Y ایگرگ مساوی با C'، اگر A به روی A' مساوی با B به روی B' مخالف با C به روی C' باشه، اینا موازی هم. اما اگر A به روی A' مساوی B به روی B' مساوی با C به روی C' باشه، منطبقاً در اینجا جواب نداره، در اینجا بی شمار جواب داره. حالا کدومشه؟ 2 به روی منهای 4، منهای 1 به روی 2، 4 به روی 2. 2 به روی منهای 4 همون منهای 1 دومه، بنابراین این دو خط با هم موازی هن. دترمینانش هم تشکیل بدیم برای ماتریس ضرایب، دترمینان صفر میشه. نگاه کنید 2 منهای 1 منهای 4 2 میشه 4 منهای منهای 4 نه به علاوه 4 مساوی با 3. دترمینان چه در حالتی که بی شمار جواب داشته باشه چه جواب نداشته باشه صفره. این ماییم که تشخیص میدیم آیا C به روی صفریم هم برابر هست با A به روی A'، B به روی B' یا نه، که بعداً یکی از اون دو حالت مشخص بشه. مثال رو خودمون حل میکنیم. دستگاه رو خواسته با استفاده از ماتریس وارون حل کنیم، با هم دیگه حل میکنیم بدون اینکه از حل کتاب کمک بگیریم. اولین کاری که میکنیم ماتریس ضرایب مرتب باید باشه، ضرایب X Y 3 حتما باید X اول، بعد Y، بعد منهای 1 2، بعد میاد در X و Y ضرب میشه مساوی ماتریس مقادیر معلوم. چی کار باید کنیم؟ اولین کاری که میکنیم این ماتریس رو وارون میکنیم. راه حل اینه، همینی که اینجا نوشته X برابر با آی منهای 1 در B، یعنی ما باید وارون ماتریس A رو به دست بیاریم در ماتریس B ضرب کنیم. این ماتریس X مجهولا. خب اولین کار دترمینان، ما میخواییم آی منهای 1 رو به دست بیاریم، 1 به روی دترمینان 6 منهای 4 2، بعد میاد درایه های قطر اصلی رو جا به جا، فرعی و قرینه، حاصل میشه 1 2. این حتما تو امتحان میاد از طریق وارون حل کردن، حتما میاد، یعنی کلاسیک ترین سوال اینه. به دست آوردیم وارونشو، حالا چی کار باید کنیم؟ وارون رو باید در ماتریس مقادیر معلوم از سمت چپش ضرب کنیم، 1 2، 1 دوم، 3 دوم، 1 و 1، حاصل میشه 3 1/2 و علاوه 3/2 2. آقای رضایی، ما وقتی جواب به دست می آوردیم در دستگاه دو معادله دو مجهول میتونستیم امتحان کنیم؟ اینجا هم میتونیم امتحان کنیم؟ بله، این مساوی X و Y شد، X میشه 9 منهای 4 ضرب در 2، بله مساویه. تو پایینی هم میتونیم امتحان کنیم، منهای 3 به علاوه 2 ضرب در 2، بله درسته. هدف از حل یک دستگاه دو معادله دو مجهول پیدا کردن
ایکس و ایگرگی است که در هر دو معادله دستگاه که هر کدام معادله یک خط است ست کند و تعبیر هندسی حل دستگاه دو معادله دو مجهول پیدا کردن مختصات محل برخورد دو خط است. روشنه؟ یادتونه توی ریاضی نهم؟ میدونم بلدی، اما حدودی ببینیم درسته یا نه. صفر بدیم به x میشه منهای یک چهارم، صفر بدیم به y میشه یک سوم، حالا میشه این مثلا به x بدیم صفر میشه یک دوم، به ایگرگ بدیم صفر میشه منهای یک. ایکس سه در اومده بود. بله میبینید با وجود اینکه خیلی هم دقیق رسم نکردیم اما همچین نقطه‌ای میشه. پس تعبیر این که جواب یه دستگاه رو پیدا کردیم، دستگاه دو مادر دو مجهول، پیدا کردن اون نقطه است. در واقع یک دستگاه دو مادر دو مجهولی از دو معادله تشکیل شده است که هر یک معادله یک خط است. لذا با دیدگاه هندسی می توان گفت وقتی صحبت از جواب این دستگاه می کنیم منظور یافتن نقطه است که روی هر دو خط واقع باشد. بنابراین سه حالت رو می تونیم در نظر بگیریم. در صفحه دو خط یا با هم موازیان یا متقاطعان یا بر هم منطبقان. الان این حالت ها رو تو قسمت های الف و ب بررسی کرده. حالت موازی رو اگر تطابق هم داشته باشه در نظر گرفته، یعنی گفته ما کلن دو حالت کلی بیشتر نداریم، یا متقاطع یا موازی. بعد موازی رو اومده به دو قسمت، یعنی دو حالت در نظر گرفته، هم این موازیه هم این که رو هم منطبقه موازیه. در حقیقت چون شیباشون با هم برابر موازیه، اما غیر از این که موازی منطبق هم هست، چون منطبق بیشمار جواب داره. اما به زبان دترمینانی چی میگیم؟ میگیم اگر ماتریس ضرایب دستگاه در نظر بگیریم، خط چی بود؟ خط بالا AX به علاوه به Y مساوی با سی بود، پایینیشی بود آپریم ایکس به علاوه به پریم ایگرگ مساوی با سپریم. ماتریس ضرایب چی میشه؟ آ آپریم بی بپریم، که اگر دترمینانش صفر باشه یعنی آ بپریم منهای آپریم بی، اون وقت میگیم بله. جواب یا نداره یا بیشمار داره. اگر دترمینان صفر بود و سی به روی سپریم مساوی آ به روی آپریم مساوی بی به روی بپریم نبود، یعنی بر هم منطبق نیست، موازی، فاقد جوابه. اما اگر بود مساوی میگیم بی شما جواب داره. اگر دترمینان مخالف صفر بود که دیدیم محل تقاطع دو خط همون نقطه همون جوابه.
این که چرا دترمینات صفر میشه ربطش با موازی بودن چیه؟ به همین تناسب بستگی داره دیگه. مگه اگر آ به روی آ پریم مساوی بی به روی بی پریم باشه نمیتونیم طرفین وسطه این کنیم آ بی پریم مساوی بی آ پریم؟ خب بیاریم یه طرف میشه آ بی پریم منهای بی آ پریم. خب اینم همون دترمینانه دیگه. بنابراین دلیلش اینه. بریم کار در کلاس رو با هم حل کنیم. دستگاه معادلات داده شده را در نظر بگیرید. هر یک از معادلات دستگاه معادله یک هر یک از معادلات دستگاه معادله یک خط در صفحه شیب هر یک از این دو خط را معلوم کنید. توی ریاضی نهم دیدیم یه روش هست، میگن حالا روشه نمیدونم تستی خلاصه، مثلا AX به علاوه به Y مساوی با C، میگن شیب میشه منهای B آم. حالا این چجوری به دست اومده؟ از همون طریق کلاسی که دیگه اگر Y رو تنها کنیم میشه B Y مساوی منفی AX به علاوه C، دو طرف رو تقسیم بر B میکنیم تا Y تنها بشه بله منهای A بیام. میبینید وقتی آدم حفظ میکنه بیدقتی میکنه، اما از راه فرمول اثبات هیچ وقت اشتباه نمیکنه. به علاوه سی بیام. خب حالا ما میتونیم از تستی منهای آ بیام میشه دو سوم، پس شیب این بالایی میشه دو سوم، یا نبیم ایگرگ رو تنها کنیم میشه سه ایگرگ مساوی با دو ایکس منهای سه، دو طرف رو دختیم برای سه کنیم دو سوم شیب بالا. امپیریم شیب پایینی منهای آ بیومش میشه بله اینا میشه چار شیشم دو سوم. شیباشون با هم برابره از اونجایی که نسبت دو به روی منهای چهار با منهای 3 به روی 6 این که دلیل توازیش مساوی نیست با 3 به روی 1، بنابراین موازیان یعنی جواب نداره، نه منطبق نیستن. ماتریس ضرایب رو تشکیل دهید. آیا وارون پذیر است؟ نه نیست. میتونیم تشکیل بدیم و نشون بدیم دترمینان میشه 0 دیگه. 2 منهای 3 منهای 4 6 12 منهای 12 0. سوال های 1 و 2 رو در مورد دستگاه داده شده پاسخ بدیم. خب اینجا باز میبینیم بله 1 به روی منهای 3 مساوی منهای 3 به روی 9 مساوی 2 به روی منهای 6، درسته موازیه اما اینجا دیگه منطبقه، یعنی بی شمار جواب داره، دترمینانش صفره. شیبش هم که اگر بخوایم به دست بیاریم شیب بالایی میشه منهای آبیوم یک سوم، پایینم همین یک سوم. دترمینان و کاربردهای آن. قبل از این اگر آ ماتریس ضربه یک دستگاه باشد و دترمینانت صفر باشد برای تعداد جوابهای آن دستگاه دو حالت نتیجه بگیرید. گفتیم دیگه یا فاقد جوابه یا بیشمار جواب، که تو مورد سوال 3 بیشمار جواب بود. به هر ماتریس مربعی میتوان یک عدد حقیقی نسبت داد که میکشه دترمینان. دترمینان برای ماتریس منحصر به فرد دیگه یه فرمول داره، یه عدد به دست میاد. دترمینان یک ماتریس اطلاعات مفیدی راجع به خود ماتریس و خواص آن به ما خواهد داد، از جمله اینکه وارون پذیری یک ماتریس از مقدار دترمینان آن ماتریس مشخص میشود. دیدیم شرط لازم و کافی برای اینکه
ماتریس مربعی دارای واروم باشه، این هستش که دترمینانش صفر نباشه، مخالف با صفر باشه. همانطور که ملاحظه شد در حل دستگاه‌ها و بحث در وجود یا عدم وجود جواب برای دستگاه از دترمینان استفاده می‌شود. بله، دترمینان در هندسه برای محاسبه مساحت مثلث و متوازی الاضلاع پدید آمده توسط دو بردار که در فصل آخر خواهیم دید به کار می‌رود. به کمک دترمینان ماتریس به کمک دترمینان ماتریس های 3 در 3 می توان حجم متوازی و سطوح حاصل از 3 بردار را به دست آورد و نیز در محاسبه ضرب خارجی 2 بردار استفاده کرد که در این درس به بعضی از این کاربردها خواهیم پرداخت. ما اینجا در حقیقت می خواهیم دترمینان ماتریس 3 در 3 را کار کنیم. اگر آ ماتریس مربعی از مرتبه n باشد، n بزرگتر مساوی 1، کوچکتر مساوی 3، یعنی n میتونه 1 باشه، 2 باشه یا 3. دترمینان ماتریس A را با نماد دیدیم دیگه، یا دت پرانتز A. پس اگر دیدید جایی اینجوری نوشته، از دترمینان میاد، این همون دترمینان ماتریس آ. ماتریس 1 در 1 مربعیه، دترمینانش همون خودمون عدد میشه. مثلا الان ماتریس 1 در 1 که همون عدد 2 هست، دترمینانش میشه چی؟ 2. ماتریس 2 در 2 رو که خیلی الان باش کار کردیم، حساب کردیم، عادی منهای بی سی. اما دترمینان ماتریس 3 در 3 این خیلی مرحله داره. اگر یه بار خوب توجه کنید دیگه تا آخر یاد میگیرید. برای دترمینان حساب کردن یه ماتریس 3 در 3، یعنی یه ماتریس 3 در 3 داریم، میخواییم دترمینانش رو حساب کنیم. یه بار ببینیم به چه صورت هست. فرمول که میبینیم، از روی فرمول اگه بخوایم بگیم، میگه دترمینان آ مساوی با A1 و 1 ضرب در منهای 1 به توان 1 به علاوه 1. این 1 رو آی و جی در نظر بگیریم، جای سطر و ستون رو با هم جمع بسته جای توان منهای 1 قرار داده، ضرب در دترمینان این ماتریس. ببینید A1 و 1 رو در نظر بگیرید، این سطر رو حذف کنید، این ستون هم حذف کنید، این 4 تا درایه میمونه اینجا. حالا میریم ادامه فرمول. به علاوه A1 و 2 ضرب در منهای 1 به توان 1 به علاوه 2 ضرب در این سطر رو حذف میکنیم، سطری که درایه A1 و 2 قرار داره و ستونی که درایه A1 و 2 قرار داره چی میمونه؟ A2 و 1، A2 و 3، A3 و 1، A3 و 3. و به علاوه A1 و 3 ضرب در منهای 1 به توان 1 به علاوه 3 ضرب در این سطر حذف میشه، این ستون هم حذف میشه، دترمینان این ماتریس. پس میگه بر حسب سطر اول به این صورت میشه. حالا میگید مگه بر حسب سطر دوم هم میشه؟ بله، بر حسب سطر دوم اگه بخوایم بنویسیم چی میشه؟ به این صورت A2 و 1 اینجا می نویسیم، ضرب در منهای 1 به توان چند؟ درسته، 2 به علاوه 1. بعد یه دترمینان می داریم، 2 1 حذف بشه چی می مونه؟ بله A1 و 2، A1 و 3،
آ 3 و 2 و آ 3 و 3 ادامه. به علاوه آ 2 2 داره بر حسب سطر دوم میگیم، ضرب در منهای یک به توان دو به علاوه دو، ادامهش رو این پایین می نویسیم. این سطر و ستون که هست بشه سطر دوم و ستون دوم میمونه، آ یک و یک، آ یک و سه، آ سه و یک، آ سه و سه. ادامه چی میشه؟ به علاوه آ چند به چند؟ سطر دومیم دیگه، دو سه ضرب در منهای یک به توان دو به علاوه سه، تو ذهنتون حذف کنید. اما حالا ما چون اولین باره داره حساب میکنیم اینجوری آ یک و یک، آ یک و دو، آ سه و یک، آ سه و دو. دترمینان یه عدده برای یه ماتریس، فرقی نمیکنه بر حسب سطر اول حساب بشه یا سطر دوم یا سطر سوم، حتی بر حسب ستون اول، ستون دوم و ستون سوم هم میتونیم حساب کنیم. این نکته رو نوشته. برای هر ماتریس 3 در 3 دلخواه میتوان دترمینان آ را بر حسب هر سطر یا ستونی به دست آورد که حاصل در همه حالتها یکسان خواهد بود. بریم دترمینان رو حساب کنیم. با من شروع کنید به حساب کردن. دترمینان ماتریس یک در یک چی بود؟ خودش. اینا رو حساب کرده. حالا من یه سوال ازتون میکنم، اگر به این صورت بود چی میشه؟ رادیکال دو ضرب در یک منهای دو. باز این یه عدده. اولا که اینو ساده میتونیم بکنیم، بنویسیم منفی رادیکال دو. حتی اگر ساده هم نمیتونستیم بکنیم، باز دترمینان آ یه عدد میشه. ما یه صد داریم و یه ستون. اما قسمت پ یه ماتریس دو در دو، حاصل ضرب درایه های قطر اصلی 16 منهای 16 میشه 0. قسمت ت منهای 10 منهای 12. حالا قسمت 3 اومده بر حسب نسبت‌های مثلثاتی داده، سینوس آلفا در سینوس آلفا میشه سینوس 2 آلفا، منهای منهای کوسینوس 2 آلفا میشه کوسینوس 2 آلفا، و این یه اتحاد مثلثاتیه، برای همین ساده کرده نوشته 1. سینوس دو آلفا به علاوه کوسینوس دو آلفا میشه 1. دترمینان هر یک از ماتریس‌های زیر را بر حسب یک سطر و یک ستون دلخواه به دست آورید. بیایم بر حسب سطر سوم به دست بیاریم. چرا بر حسب سطر سوم؟ این صفر محاسبه رو راحت تر میکنه. یه عدد به دست میاد بر حسب هر سطر یا ستونی که انتخاب کنیم به دست بیاریم، اما این محاسبهش ساده تره. میگیم در نتیجه دترمینان آ مساوی با منهای دو، این همون آ سه و یک ضرب در منهای یک به توان سه. دیگه بعد از چند بار خودتون ذهنی میتونید حساب کنید. در
دترمینان منهای 1 و 2، 1 و 3 به علاوه 4 ضرب در منهای 1 به توان 3 به علاوه 2 ضرب در دترمینان 1 و 2، 2 و 3. حساب کنیم. اول توان رسانی انجام میشه، میشه 1، بعد میشه منهای 2 ضرب در دترمینان این منهای 3 منهای 2، این میشه منهای 4 ضرب در 3 منهای 4، حاصل میشه 10 منهای 4 که میشه 4 میشه 14. بریم بر حسب ستون سوم، میتونیم بر حسب ستون دوم بریم. منهای 1 ضرب در منهای 1 به توان جایگاه شند A1 و 2 میشه 1 به علاوه 2 ضرب در دترمینان 2 و 3 منهای 2 0 به علاوه 1 ضرب در منهای 1 به توان 2 به علاوه 2 ضرب در دترمینان 1 و 2 منهای 2 و 0 به علاوه 4 ضرب در منهای 1 به توان 3 و 2 بعد با هم جمع بشه دترمینانی که باید درش ضرب بشه 1 و 2، 2 و 3. حالا بیایم حساب کنیم، باید برسیم به عدد چند؟ 14. اگر نرسیم، یا اون اولی رو حساب اشتباه کردیم که شده 14، یا این که باید بشه 14. میشه منهای 1 0 منهای 6 که میشه به علاوه 6 منهای 1 به علاوه 1 منهای 4 که میشه مثبت 4 به علاوه 4 ضرب در که میشه منهای 4 ضرب در 3 منهای 4. ساده کنیم، منهای 1 در 6 منهای 6 به علاوه 4 به علاوه 4. خب کجا اشتباه کردیم؟ الان میشه 2، اما باید در بیاد 14. منهای 1 ضرب در منهای 1 به توان 1 به علاوه 2، این درسته؟ آها، من الان فهمیدم کجا اشتباه کردیم. ببینید، منهای 1 ضرب در منهای 1 میشه مثبت 1، حالا درست شد، میشه چند؟ 14. که کتابم حل کرده بر حسب سطر اول و ستون سوم. خوبه که با این حلی که ما کردیم اشتراک نداره و شما میتونید دوتا محاسبه دیگر هم ببینید. همونطور که در قسمت الف مشاهده کردید، وقتی در یک ماتریس روی یک سطر یا یک ستون درایه یا درایه های صفر هستند، دترمینان آن ماتریس بر حسب همون سطر یا ستون راحت تر محاسبه می شود. بله، اینجا می بینیم قسمت ب راحت تر اینه که بر حسب سطر دوم حساب کنیم. دوتا درایه در سطر دوم داریم که صفر دیگه محاسبه نداره، میشه 4 ضرب در منهای 1
به توان 2 به علاوه 3 ضرب در 2 منهای 1. ببینید این سطر با ستون حذف میشه، منهای 3 و 4. حاصل میشه منهای 4 ضرب در 8 منهای 3، یعنی 8 منهای 3 که حاصل میشه منهای 20. بر حسب ستون اول هم میتونیم حساب کنیم، بر حسب ستون دوم هم همینطور، باز به همون منهای 20 میرسیم. درایه 2 روی سطر اول و ستون اول قرار دارد و درایه منهای 3 روی سطر سوم و ستون اول. داره در مورد این توانایی که گذاشته توضیح میده. یه دستوری داریم به نام دستور ساروس. یه قاعده یه برای محاسبه کردن دترمینان. خیلی راحت تر میتونیم دترمینان رو حساب کنیم. میگه اگر یه ماتریسی داشته باشیم 3 در 3، دو تا ستونشو، ستون اول و دوم رو کنار بذاریم، کنارش بذاریم، بعد این نارنجی ها رو در هم ضرب کنیم، منهای حاصل جمع این آبیا کنیم. مثلا همین چیزی که الان حساب کردیم و بیایم از این قاعده دستور ساروس استفاده کنیم. 2، 0 و منهای 3 ستون اول، منهای 1، 0، 4. خطی میذارم که دیگه ببین این ستا رو در هم ضرب میکنیم که میشه 0، 2 ضرب در 0 ضرب در 1، منهای 1 ضرب در 4 ضرب در منهای 3 که میشه 12. بعد دیگه 2، 0، 4 این هم میشه 0. منهای چجوری بود دستور ساروس؟ این ستا و قطر فرعی، قطر فرعی رو پیدا کنی. اینه باز میشه 0، 2 4 تا 8 تا 8 4 تا 32 تا، باز منهای 1 و 0 اینم 0 میشه 12. منهای 32 چند؟ همون منهای 20 که به دست آوردیم. پس از دستور ساروس برای محاسبه دترمینان استفاده کنیم خیلی راحت تره تا بیایم از این قاعده، اما هر دوتاشو باید بلد باشیم. بیایم از دستور ساروس استفاده کنیم. 2، 1. نظم داشتن تو دستور ساروس یعنی این فاصله ها رو باید رعایت کنیم که راحت تر بتونیم محاسبه کنیم. 3، 2، منهای 2 حاصل ضرب قطر اصلی و اون دوتای موازیش رو جمع کنیم. 2 ضرب در 1 میشه 4. بعد میایم جمع میبندیم با 3 ضرب در 3 ضرب در منهای 1 میشه منهای 9، 4 ضرب در 1 ضرب در منهای 2 میشه منهای 8، منهای قطر فرعی 4 ضرب در 2 ضرب در منهای 1 میشه منهای 8، به علاوه 2 ضرب در 3 ضرب در منهای 2 منهای 12، به علاوه 3 ضرب در 1 ضرب در 1 میشه 3 که میشه 4 منهای 17 منهای 4، به علاوه 4 میشه منفی 13 منهای 20، به علاوه 3 میشه منهای 17 در میاد 4 که بر حسب سطر سوم محاسبه کرده در اومده 4. خب اینم که دستور ساروس هست که حساب کردیم. کار در کلاس. ماتریس های A و B مفروضن. ماتریس A ضرب در B را به دست آورده و برقراری تساوی
دترمینان آ ضرب در بی مساوی دترمینان آ در دترمینان بی رو بررسی کنید. به زبان فارسی این چی میگه؟ این میگه اگر حاصل ضرب دو ماتریس رو پیدا کردید، دترمینانش رو حساب کنید، مثل این میمونه که دترمینان اون دوتا ماتریس رو قبل از اینکه ضرب کنید در هم ضرب کنید. دترمینان آ ضرب در بی مساوی دترمینان آ ضرب در دترمینان بی. یعنی ما اگر دترمینان آ ضرب در بی رو حساب کنیم، مثل این میمونه که دترمینان آ رو در دترمینان بی ضرب کنیم. بیایم حساب کنیم ببینیم هست یا نه. آ رو اول ضرب در بی کنیم، دو منهای یک، سه چهار، سه یک چهار دو. چجوری ضرب می شد؟ سطر اول در ستون اول. ذهنی حساب کنیم دیگه. دو ستا شیش منهای چهار دو، سطر اول در ستون دوم، دوی منهای دو صفر، سه سه تا نه دا با چار چار تا شونزه تا بیست و پنج، سه یکی سه تا با هشت یازده. این شد آی ضرب در بی. چیا رو باید محاسبه کنیم؟ یک، دترمینان آی ضرب در بی که میشه بیست و دو منهای صفر ضرب در 25 که همون 22 میشه. دترمینان آ رو حساب میکنیم، 8 منهای 3 میشه 11. دترمینان بی رو حساب کنیم، 6 منهای 4 2. بله، این 22 مساوی با 2 ضرب در 11 هست. ماتریسی 3 در 3 چون آ بنویسید طوری که دترمینانش بشه منهای 6، سپس ماتریس آ به توان 2 را محاسبه و دترمینان آ به توان 2 را به دست آورید، چه نتیجه‌ای میگیرید؟ خب یه ماتریس ساده بنویسیم که دترمینانش بشه 6، منهای 6، 0 0 6. خب این دوتا سطر بر حسب سطر اول هرچی میخواد باشه، فقط این درایه آخر تعیین کننده است. دیدید چجوری تشکیل دادم؟ گفتم میخوام دترمینان آ بشه منهای 6، دوتای درایه رو گذاشتم 0، گفتم بر حسب سطر اول اگر حساب بشه این دوتا که تعیین کننده نیست، دوتا صفره، بعد این میشه 6 ضرب در منهای 1 به توان 3 به علاوه 1 در 1 صفر منهای 1 که چی میشه؟ منهای 6. چون این میشه 6، اینم که میشه منهای 6. حالا آب توان 2 رو اگر حساب کنیم، بعد دترمینانش رو حساب کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. پس آب توان 2 یعنی آ ضرب در آ رو میخوایم حساب کنیم. 0 0 6 1 1 0 0 منهای 1 0 حاصل میشه. ذهنی حساب کنیم، دو تا صفر بعد صفر این میشه صفر، بعد صفر میشه چند؟ منهای 6، بعد صفر صفر بعد میشه صفر، یک صفر یک میشه یک 6 6 صفر منهای 1 صفر منهای 1 0. خب دترمینان آ به توان 2 رو میخواییم حساب کنیم، بر حسب سطر اول حساب میکنیم،
که میشه منهای 6 ضرب در منهای 1 به توان 1 به علاوه 2 ضرب در 1 6 منهای 1 0 که میشه منهای 6 ضرب در منهای 1 ضرب در منهای 6 به علاوه 6 این میشه 36. دترمینان ماتریس آ چند بود؟ منهای 6. دترمینان آ به توان 2 چی شد؟ 36. پس به توان رسید. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که اگر دترمینان یه ماتریس حساب کردیم، دترمینان مربعش میشه مربع دترمینانش؟ خب بیایم یه ماتریس 2x2 رو برای امتحان کردن در نظر بگیریم. 2 1 0 1 دترمینان این میشه چند؟ 2. به توان 2ش برسونیم. 2 1 0 1 میشه چند؟ 4 2 3 دو ضرب در 1 برم بعد میشه 0 بعد میشه 1 دترمینانش میشه 4. حالا اگر به توان 3 برسونیم آیا ببینیم باز میتونیم نتیجه گیری کلی تری کنیم؟ 4 2 تا 8 بعد 4 با 1 7 0 1 بله. پس وقتی به توان میرسه دترمینانش هم به توان میرسه، به همون توان. اگر یه ماتریس قطری دیگه غیر از قطر اصلی همه درایه ها صفره، اگر ماتریس آ رو داشته باشیم در این صورت دترمینان آ بر حسب سطر اول یا دستور ساروس محاسبه کنیم. خب بیاییم بر حسب سطر اول حساب کنیم چی میشه؟ میشه آ این دوتا که صفره ضرب داره منهای 1 به توان 1 به علاوه 1 پس چی شد؟ آ بیاییم بر حسب سطر اول دترمینان آ رو به دست بیاریم. میشه دترمینان آ مساوی با آ ضرب در منهای 1 به توان 1 به علاوه 1 ضرب در b 0 0 c پس میشه آ ضرب در b c منهای 0 که میشه آ ضرب در بی سی. پس دترمینان یه ماتریس قطری میشه حاصل ضرب درایه هاش، شد آ ضرب در بی ضرب در سی. این نتیجه گیریه که ما میکنیم. دترمینان هر ماتریس قطری برابر است با حاصل ضرب درایه های. لازمه بگیم درایه های قطر اصلی؟ میتونیم بگیم حاصل ضرب درایه هاش دیگه، چون غیر از قطر اصلیش که درایه های دیگه ای نداره. حالا خواستید برای تأکید مینویسیم، فرقی نمی کنه. دترمینان ماتریس مربعی 0 برابر است با 0 دیگه. ماتریس مربعی 0 همه درایه هاش 0 دیگه. حالا مرتبه 2 مرتبه 3 اگر آ قبل از اینکه اینو حل کنیم اینو حل کنیم، اگر آ ماتریسی 3x3 و اسکالر باشد و آ 1 و 1 4 در این صورت دترمینان آ را بیابید. این الان ماتریس آ رو به ما داده در حقیقت. چرا؟
چون ماتریس اسکالر یه ماتریس قطریه که درایه های روی قطر اصلیش برابر همن. اگر این چهاره، اینا صفره، این چهاره، این هم صفره، بنابراین میشه دترمینان آ 4 ضرب 4 ضرب 4 یعنی 4 به توان 3. حالا اگر میگفت آ ماتریسی 2 در 2 و اسکالر باشد، خب دترمینانش میشه 2 به توان 2. اگر آ ماتریسی 3 در 3، اینم ماتریس قطریه، دترمینانش رو خواسته حساب کنیم، اما یه 4 هم درش ضرب شده. در حقیقت میخواد از ما این سوال بپرسه، اگر میخواید دترمینان آ رو حساب کنید، یه عدد در اون ضرب شده، الان دترمینان میشه 4 ضرب 4 دترمینان ماتریس آ، یعنی این ماتریس بی باشه مثلا 4 ضرب 4 بی، یا نه بیایم فارغ از این که به ما اینو داده، اول آ رو حساب کنیم، ماتریس آ رو حساب کنیم، 4 میاد در این ضرب میشه در تک تک درایه هاش، ماتریس آ رو به دست بیاریم و دترمینانش رو به دست بیاریم. خب 4 میاد در 1/2 ضرب میشه، میشه 2، این 0، این 0، این 0، 4 در 5 4 رو میشه 5، 0 0 0 4 در 5 2 میشه چند؟ 10. در نتیجه طبق قاعده ای که گفتیم ماتریس قطری دترمینانش میشه حاصل ضرب درایه هاش میشه 100. بیایم ببینیم اگر دترمینان این ماتریس رو حساب میکردیم بعد در 4 ضرب میکردیم درست بود. این که میشه 25، مخرجش هم میشه 16، نه 25 16 هم با 100 چه سنخیتی داره؟ 4 به توان 3 ضرب در 25 16 هم که بشه میشه 100. پس همینجا این نتیجه گیری رو میکنیم، اگر یه ماتریس داشته باشیم مثل B، دترمینان ماتریسه آ که برابر هست با 4b از ما خواسته شده، گفته دترمینان ماتریس آ رو حساب کنید چند، ما میگیم دترمینان آ برابر است با 4 به توان 3 ضرب در دترمینان b. پس چی شد؟ اگر عددی در ماتریس ضرب شود معنیش اینه دیگه، بی یه ماتریسیه، این دترمینانش شد 16 چند؟ 25. یه عددی مثل 4 اگر در این ماتریس ضرب بشه دترمینان آ میشه 4 به توان 3 ضرب در دترمینان بی. این یه قاعده مهم است که ازش میتونیم یه مسئله مهم همینجا بگیم. من یاد این مسئله مهم افتادم، میگه اگر آ، شما با من یادداشت کنید، آ ماتریسی 3 در 3 و داشته باشین دترمینان آ مساوی با 4، حاصل دترمینان آ ضرب در دترمینان آ را به دست آورید.
سوال کتاب این سوال چهاره، سوال کنکور مثلا این سوالی هستش که اینجا نوشتی. میگه اگر آ ماتریسی 3 در 3 داشته باشیم دترمینان آ مساوی با 4، حاصل چی رو خواسته؟ دترمینان آ ضرب در دترمینان آ. اول از همه اینو برای خودمون روشن کنیم، آ ضرب در آ، اینی که این داخل هست یه ماتریسه. آ ماتریسه، دترمینان یه عدده. میتونیم اینجوری در نظر بگیریم، دترمینان آ ضرب در آ فرقی نمیکنه، 4 ضرب در ماتریس یا ماتریس ضرب در 4. در حقیقت از ما خواسته به جای دترمینان آ بذاریم 4، میشه 4 آ. در حقیقت از ما دترمینانی خواسته برای ماتریسی که 4 در ماتریس آ ضرب میشه. ما همین الان گفتیم اگر عددی در ماتریس ضرب بشه به توان مرتبه میرسه، ضرب در دترمینان آ میشه، میشه 64 ضرب در 4 که میشه 256. بریم سراغ تمرین ها. تمرین 1 میگه اگر آ این باشه بی این باشه، دترمینان آ ضرب در بی و دترمینان بی ضرب در آ را به دست آورید. روشنه که آ ضرب در بی با بی ضرب در آ متفاوته به صورت کلی. وقتی هم ما دو تا ماتریس داریم دترمینان متفاوت داریم. بیایم آ ضرب در بی رو حساب کنیم. آ ضرب در بی میشه 1 2 3 که اومده در یه ماتریس ستونی ضرب شده، منهای 2 منهای 1 3. برای اینکه اشتباه نکنیم اینجا می نویسیم 1 ضرب در 3، 3 ضرب در 1، ماتریسمون 1 در 1 یا یه عدده، میشه 1 ضرب در منهای 2 منهای 2 منهای 2، 2 ضرب در منهای 1 به علاوه 3 ضرب در 3 9، حاصل میشه 5. دترمینان این ماتریس یا دترمینان آ ضرب در بی میشه 5. حالا بی ضرب در آ، منهای 2 منهای 1 3 ضرب در 1 2 منهای 3، یه ماتریس 3 در 1 یه ماتریس 1 در 3، پس حاصل میشه یه ماتریس 3 در 3 که میشه منهای 2 منهای 4 6، منهای 1 سطر دوم در ستون دوم منهای 2 3، بعد میشه 3 بعد میشه 6 بعد میشه منهای 9. از دستور ساروس استفاده کنیم راحت تره. منهای 2 1 3، منهای 4 منهای 2 6. این قطر اصلی منهای 2 ضرب در منهای 2 ضرب در منهای 9 علامت منفی منهای 36، 4 3 3 4 9 تا 36 تا منهای 36، 6 ضرب در 1 ضرب در به علاوه 36 منهای قطر فرعی منهای 36 منهای 36 به علاوه 36. میشه منهای 36 این پرانتز اول، پرانتز دوم که میشه به علاوه
یعنی میشه منهای 36، یه منها هم داره به علاوه 36 میشه دترمینانش 0. اومده گفته اگر ماتریس A به این صورت باشه، در این صورت A به توان 2 را دترمینانش رو به دست بیارید. خب ما میگیم بر حسب سطر اول اگر حساب کنیم که دوتا دراییش صفره راحت تره، میگیم منهای 2 ضرب در منهای 1 به توان 1 به علاوه 1 ضرب در 0 منهای 3 1 0 که میشه منهای 2 ضرب در 0 منهای منهای 3 میشه منهای 6. دترمینان A2 میشه چند؟ 36، به توان 2 میرسه. سوال 3 یه سوال مفهومیه. به این سوال میگم مفهومی، یه مقدار از اینکه مثلا دترمینان رو محاسبه کنید مرحله پیشرفته تریه. میگه اگر ماتریس A به این صورت باشه، در این صورت حاصل دترمینان به توان 3 منهای 2 را بیابید. اول از همه میاییم برای خودمون این فرض رو تفسیر میکنیم. میگیم دترمینان A رو بگیریم یه مجهولی مثل X. خب پس میگیم ماتریسی داریم مثل A که درایه هاش بر حسب X میشه 5X X 5 4x2. بیایم دترمینان A رو حساب کنیم، میشه 5 ضرب در 4 20 20x3 منهای 5x. از ما چی رو خواسته؟ دترمینان A به توان 3 منهای 2. خب ما الان دترمینان A رو به دست آوردیم. بله، به جای X هم اگه بذاریم دترمینان راحت تره، میشه دترمینان A مساوی با 20 دترمینان A به توان 3 منهای 5 دترمینان. خب اینجا x اگه بذاریم هر دو طرف دیگه روشنه. همه رو بیاریم یک سمت، سمت راست. از x فاکتور بگیریم، از 2x هم میتونیم فاکتور بگیریم. بعد میشه 10x2 منهای 3 مساوی با 0. دترمینان مساوی با 0 میتونه باشه؟ بله. پس یه جواب اینه، x مساوی با 0، در نتیجه دترمینان A مساوی با 0. پس این میشه منفی 2، چون دترمینان به توان 3 منهای 2 را خواسته. یه جواب دیگه، 10x2 مساوی با 3، x مساوی با مثبت و منفی رادیکال 3 دهم. بنابراین یه جواب دیگه میشه رادیکال 3 دهم به توان 3 منهای 2. یه جواب دیگه میشه منفی رادیکال 3 دهم به توان 3 منهای 2. اما سوال 4، دترمینان ماتریس A رو بر حسب سطر سوم خواسته، چه نتیجه میگیرید؟ ببینیم ماتریس خاصی هست، ABC دو تا سطر تکراری داره. خب بیایم بر حسب سطر سوم حساب کنیم ببینیم چه چیز خاصی وجود داره. D ضرب در منهای 1 به توان 3 به علاوه 1 در BC.
خب این میشه صفر به علاوه دی ضرب در منهای یک به توان سه به علاوه دو آسی آسی بازم میشه صفر به علاوه اف ضرب در منهای یک به توان سه به علاوه سه آبی آبی بازم میشه صفر. نتیجه میتونیم بگیریم اگر در ماتریسی دو سطر مساوی داشته باشیم دترمینان صفر. بله. آیا دو ستون مساوی هم داشته باشیم میشه؟ بیایم تحقیق کنیم. A, B, C, E, F, G. بله دیگه. الان شما نگاه کنید. اینو در نظر بگیریم میشه BC ضرب در BC. بعد F رو در نظر بگیریم آسی منهای آسی. G رو در نظر بگیریم BC منهای BC. پس اگر در ماتریس 3 در 3 دو سطر مساوی یا دو ستون مساوی داشته باشیم دترمینان اون صفره. ماتریس 3 در 3 چون A بیابید که دترمینانش 3 باشد. خب میتونیم از همون روشی که دیدیم استفاده کنیم توی یکی از مسائلی که قبلا حل کردیم. 0 0 3. اصلا چرا این کار میکنی؟ یه ماتریس قطری بگیم راحت تر. حالا این دترمینان چنده؟ 3 دیگه. اگر ماتریس A به این صورت، ماتریس B به این صورت، حاصل 2 ضرب در وارون A منهای 3 ضرب در وارون B رو پیدا کنید. یه محاسبه است دیگه. وارون چی بود؟ فرمولش وارون ماتریس A مساوی با 1 به روی دترمینان A ضرب در عناصر قطر اصلی جا به جا می شد. بله. فرعی ها قرینه می شد. خب حالا بیایم آمن های یک رو حساب کنیم. میشه 1 به روی 20 من های 6 1 14 5 من های 3 من های 2 4. درسته؟ بله. بنابراین آمن های 1 مساوی میشه با 5 1/4 من های 3 1/4 من های 2 1/4. البته میتونیم ساده کنیم 4 1/4. حالا قراره در 2 ضرب بشه. بریم بی من های 1 هم حساب کنیم. بی منهای 1 مساوی با 1 به روی دترمینان 2 منهای 15 که میشه 17 ضرب در درایی های قطر اصلی رو جا به جا کنیم. منهای 1 منهای 2 فرعی ها رو قرینه کنیم. حاصل میشه منهای 1 1/17 3 1/17 منهای 5 1/17 منهای 2 1/17. حالا 2 ضرب در این ماتریس میشه 5 1/7 منهای 3 1/7 منهای 2 1/7 و
دو هفتم. منهای سه میایم در این ضرب میکنیم میشه سه هیفده هم، نو هیفده هم، منهای پونزه هیفده هم و منهای شیش هیفده هم. چیز خاصی نداره، محاسبه است. ببینیم درست حساب کردیم. یه محاسبه خیلی پیده است، بعدا مخرج مشترک میگیریم و به دست میاد. درست حساب کردیم. بریم سراغ تمرین بعد که میگه اگر آ این باشه، ابتدا ماتریس وارون آ رو حساب کرده و دترمینانشون رو با هم مقایسه کنیم. دترمینان ماتریس آ میشه ده منهای شیش چهار. حالا ببینیم دترمینان ماتریس وارونش چی میشه. اول ماتریس وارونش رو حساب کنیم، یک به روی چهار ضرب در دو، پنج منهای دو، منهای سه که میشه یک دوم، منهای یک دوم، منهای سه چهارم و پنج چهارم که میشه دترمینان معکوس ماتریس یا وارون ماتریس آ. یک دوم ضرب در پنج چهارم میشه پنج هشتم، منهای سه چهارم سه هشتم، دو هشتم که میشه یک چهارم. یعنی دترمینان وارون ماتریس آ وارون دترمینان ماتریس آ شد، یعنی میتونیم بگیم به این صورت شد، دترمینان ماتریس وارون یا اینجوری بگیم دترمینان وارون ماتریس آ برابر شد با وارون دترمینان آ. رابطه ای مهمیه. سمت چپ تساوی دترمینان ماتریس وارونه. دترمینان ماتریس وارون آ برابر با وارون یا معکوس دترمینان ماتریس آ. تمرین بعدی رو یه ذره فکر کنیم. به چه صورت باید حل کنیم؟ میگه تمرین چندیم؟ 8. ماتریس آ رو داده، ماتریس بی رو داده، ماتریس آ سطر اولش رو نگاه کنید، ماتریس بی رو سطر اولش رو نگاه کنید، بله در یه عددی ضرب شده. میبینیم خیلی از نتایج رو توی تمرین ها خواسته از ما خودمون به دست بیاریم.
بیایم دترمینان آ رو با استفاده از دستور ساروس به دست بیاریم. همراه من آ بی سی دی ای اف جی اچ آی. نه اینجا دیگه یه ماتریس نیست، فقط دوتا این دستوره، یه قاعده است. اثبات که نمیخواییم کنیم که مساوی بذاریم و آ ای آی آ ای آی بی اف جی به علاوه بی اف جی سی دی اچ به علاوه سی دی اچ من های سی ای جی سی ای جی آ اف اچ آ اف اچ به علاوه بی دی آی بی دی آی. حالا این یکی ماتریس دستور ساروس. چرا این آدمایی که ابتدایی هم؟ خب این یک کا داره، این یک کا داره، این یک کا داره، اینم یک کا داره، اینم یک کا داره. خب این میاد یک کا در این ضرب میشه، در این ضرب، در بی هم هست، در سی هم هست، پس یک کا فاکتور میگیریم اینجا، درسته؟ بله. منهای اینجا هم یک کا همش ضرب شده، درسته؟ بنابراین فقط کلن یک کا ضرب میشه. اگر درایه های یک سطح از ماتریسی در یک عدد ضرب بشه، دترمینانش هم در همون عدد ضرب میشه. این قاعده خاصه برای ماتریس دو در دو هم اینو ببینیم آیا برقرار، بررسی کنیم دترمینان آ چی میشه. این راحت دیگه، آدی منهای بی سی. این چی میشه؟ دترمینان بی میشه کا آدی منهای کا بی سی، که اگر از کا فاکتور بگیریم میشه کا آدی منهای پرانتز، میبینید این بالا. پس دترمینان بی شد کا ضرب در دترمینان آ. ماتریس بی با ماتریس آ چجوری نسبت به هم بودن؟ یه سطر از ماتریس آ در یه عدد ضرب شده بود، ماتریس بی رو ایجاد کرده بود. سوال 9. برای ماتریس دو در دو مانند آ، دو مقدار دترمینان آ و دترمینان کا ضرب در آ را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه می گیرید؟ خب همین ماتریس بالا رو در نظر بگیریم، آ میشه آدی منهای بی سی. اگر کا رو در کل این درایه ها ضرب کنیم میشه کا آ کا بی کا سی کا دی. دترمینانش چی میشه؟ کا دو آدی منهای کادو بی سی. بله، در یک کادو ضرب میشه. فرقش با باله اینه، کا هم در سطر اول ضرب شده هم در سطر دوم. بنابراین در کادو دترمینانش ضرب میشه. در ماتریس 3 در 3 در کاسه ضرب میشه. اگر آ ماتریسی 3 در 3 باشه، دترمین ا شبیه همون تمرینی بود که گفتیم در کنکور ممکنه مطرح بشه. اگر آ ماتریسی 3 در 3 باشه، دترمینانش 5 باشه، حاصل دترمینان
ماتریس دترمینان دفتر آ، این داخل این چیه؟ عدد دفتر آ، یعنی عدد دفتر ماتریس آ دیگه، که این عدد همون دترمینان آ پنجه که اومده در دترمینان آ ضرب شده. ما میخواییم اینو دترمینانش رو حساب کنیم، یعنی یه ماتریسی داریم مثل B که برابر هست با 5 ضرب در A. ببخشید این A، جایی دترمینان 5 اومده نشسته دیگه، 5 ضرب در A میخواییم دترمینانش رو حساب کنیم. چجوری میشه؟ میشه 5 به توان 3 دفتر دترمینان آ، که میشه 5 به توان 4 که میشه 625. دستگاه معادلات خطی تشکیل دهید که ماتریس ضرایبش باشه، اینم ماتریس معلوم، سپس جواب دستگاه را با استفاده از ماتریس وارون به دست بیارید، یا وارون ماتریس. خب این ضرایب 3 منهای 5 4 2 ضرب در ایکس ایگرگ مساوی با ماتریس معلوم ها 1 و 10. خب گفتیم این آه، این ایکسه، این بیه. بعد از سمت فلسفهش این بود دیگه، از سمت چپ می آمدیم آی منهای یک رو ضرب می کردیم، اینجا می شد ایکس، این طرف می شد آی منهای یک ضرب در بی. پس وارون ماتریس آ رو باید پیدا کنیم که میشه یک به روی شیشه منهای بیست به علاوه بیست. چقدر عددش؟ کسری شد، اشکال نداره. 6 منهای این میشه 2 3 5 منهای 4 که میشه 1/13 5/26 منهای 4/26 که میشه منهای 2/13 3/26. حالا این قراره بیاد در 1/10 ضرب بشه که میشه 1/13 به علاوه 50/26 یا 2/26 به علاوه 50/26 52/26 در اومد 2. خوبه. بعد منهای 2/26 برای ایگرگه، منهای 4/26 به علاوه 30/26 اینم شد 1 دیگه. ایکس 2 ایگرگ 1. درسته، ما هنوز اون دستگاه رو تشکیل نداریم. 3 ایکس منهای 5 ایگرگ مساوی با 1. ایکس رو چند در بردیم؟ 2 ایگرگ و 1. درسته. 4 ایکس منهای 2 ایگرگ مساوی با 10 به علاوه 2 ایگرگ. به ازای چه مقادیری از کا دستگاه یک دست جواب منحصر به فرد دارد؟ یک دست جواب منحصر به فرد دارد باید موازی نباشه، یعنی کا به روی 1 مساوی نباشه با 3 به روی منهای 2، یعنی
کا مساوی با منهای سه دوم اگر نباشه حله، چون دیگه با هم موازی نیستن. وقتی هم با هم موازی نباشن حتما همدیگر رو قطع میکنن دیگه. جواب منحصر به فرد هست، نه بر هم منطبقه نه با هم موازی غیر منطبقه. یا اینطور بگیم چون با هم موازی نیست دیگه جواب منحصر به فرد داریم. روی وجود و عدم وجود و تعداد جواب های هر یک از دستگاه زیر بحث کنید. در صورت وجود جواب را با استفاده از ماتریس وارون به دست بیارید. خب سه دوم منهای پنج، خب جواب داره. بیایم ماتریس ضرایب رو تشکیل بدیم. سه منهای پنج. ممکنه یه جا برای اینکه دقت شما رو بسنجن اینجوری بدن و خودتون مرتبش کنید. دو یک. تو ریاضی نظم خیلی مهمه. خیلی جاها وقتی منظم می نویسید خودش راهنمایی میشه برای حل. خب وارون اینو رو میخواییم حساب کنیم، میشه یک به روی سه منهای ده سیزده. یک و سه پنج و منهای دو میشه یک سیزدهم. پنج سیزدهم منهای دو سیزدهم. سه سیزدهم ضرب در منهای یک و هشت که میشه منهای یک سیزدهم و چهل. سی و نه سیزدهم. سی و نه سیزدهم میشه چند؟ سه. ایکسش میشه سه. اینجا هم میشه دو سیزدهم و بیست و چهار میشه بیست و شیش. ایگرگ هم میشه دو. امتحان هم خواستیم بکنیم. بله دیگه، دو سه تا شیش تا با دو تا هشت. منهای یک دوم منهای یک دوم. این جواب نداره، موازیه. چرا؟ چون یک به روی منهای دو مساوی با سه به روی منهای شیش، اما مساوی نیست با پنج به روی یک. موازی اما غیر منطبق. این یکی منهای دو به روی چهار مساوی با سه به روی منهای شیش مساوی با دو به روی منهای چهار، موازی منطبق. بی شمار جواب. متشکرم. خدا نگهدار.